عملیات میلان، کاری از جین وونگ، هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. صبح بخیر قربان. خداحافظ. رئیس، من سرنوشت همه رو در دست دارم و همه در امان هستن، ولی مردم خیلی گمراه کنندن و من از درکشون کاملا عاجزم. فاصله بین آدم ها خیلی وسیع تر از اقیانوس های جهانه، ولی مرز بین خوبی و بدی از تار مو هم باریک تره.
تو این ماه دو بار به هم حمله کردن، باید حقوقم رو بیشتر کنین. ها؟ ها؟ نفهمیدم چی شده؟ هیچ؟ من برم تماشا کنم؟ مراسم جشن؟ آه اینه وقتی تنهایی ببین. خوب گوش کن، این ماموریت خیلی حساسه. اگه موفق بشی کل دنیا رو نجات میدی. فهمیدم. دکتر پیترسون استاد دانشگاه تو سوئیسه. یه بذر اختراع کرده که میتونه دنیا رو عوض کنه. اسمش بذر شگفت‌انگیزه. میکاریش تو شن، یکم آب میریزی روش، در عرض یک دقیقه رشد میکنه و میوه میده. مگه میشه؟ الان دارم بذر شگفت‌انگیز رو میارم به شرکت هاوتیان در شنشن که حامی مالیشون بوده. میخوان اونو به مدیر شرکت لوئیس لون نشون بدن، همون خانواده معروف که نسل در نسل از ثروتمندان میدزدیدن و به فقرا کمک میکردن. پدر لوئیس توزیو کنار گذاشت. بعضیا میگن تو وصیت‌نامه‌اش به بچه‌هاش نصیحت کرده که دیگه برای کمک کردن به فقرا دزدی نکنن. برای همین پسر دوم شرکت هاوتیانو برای تحقیقات علمی را انداخت. الان وضعش عالیه. تو باید وارد شرکتش بشی. این تبلت 10 ثانیه دیگه میترکه. 5 ثانیه وقت داری. 3 ثانیه. وقت تمومه. مادر، من اومدم. چه بلایی سر مهارت‌های رزمیت اومده؟ دائم داری پسرفت میکنی. خودت گفتی هر چند وقت یه بار باید حمله کنم که همیشه آماده باشی. درسته، ولی تو یه ذره هم پیشرفت نکردی، اینطوری که واسه من کاری نداره. نظر من مبارزه خوبی بود. های وو این گو مو هم گو وو این گای هاو هنگ دی گن گو جمعی تونگ یه فون یه دی فو بی یه هولن ها گو چه جون دالی هودو ایگو 等我幫你捽下。二哥，我大個女啦，你唔可以幫我捽噶。又係嘅，我都大個啦，你都唔可以捽我。我捽你個死人頭啊！ چی میگی نزدیک بود کایانو زخمی کنم لعنتی. لوئیس، منم یکی از اعضای این خانواده‌ام. باید توانایی مبارزه‌مو افزایش بدم.
وگرنه مردم چی میگن؟ اگه اتفاقی برات بیفته جواب مادر چی بدم؟ تو فعلا نمیتونی مبارزه کنی. جواب چی رو باید به من بدی؟ مادر. ما تو چرا بیداری؟ میخواستم مطمئن بشم که سوپتو میخوری. میدونم که دوستش نداری. بیا. این سوپ واقعا مغذی مادر. بله، برای ریه‌هات هم خوبه. تا داغ بخورش. بخور. هنوز اول عقبش داره بدتر میشه. دیروز منو با یه سگ تو حیات اشتباه گرفت. زود باش بخورش. بخورش. برای سلامتیت خیلی خوبه. خیلی خوشمزه است نه؟ آره. خوشمزه بود ها؟ بگو که خوشمزه بود. آره عالیه. خیلی بهم چسبید مادر. خب شما ها به کارتون برسید، من میرم بخوابم. آره مادر بهتره بری بخوابی. مادر مواظب باش. آها راستی یادم رفت بگم، هاپو کوچولو امروز پسر خیلی خوبی بوده، صداش در نیومده. آره اون همیشه پسر خوبی بوده. من داشتم توی وسایل قدیمی میگشتم که یکی از کتابای محرمانه پدرت راجب هنرهای رزمی رو پیدا کردم. هنر رهایی. من قبلا یاد گرفتم. میخوای یادت بدم؟ بله البته. فکر کنم بهتره تنهایی تمرین کنم. نه خیرم، تو از پسش بر نمیای. من باید کمکت کنم پسر خوبم. چجوری؟ اینجوری. حالا؟ خودت باید راشو پیدا کنی. 6 ساعت وقت داری تا این کتابو بخونی و بعدش خودتو آزاد کنی. فهمیدی؟ چی دولاما؟ خواهیتای کایم؟ من رو آزاد کن. مادر میخواد تو خودت داد بگیری. من کاری خلاف میلش انجام نمیدم. امان! امان کمک! امان! کمکم کن! من فکر کردم تو از این کارا خیلی خوشت میاد. دستمزدتو قطع میکنم. خائن! دستمزدتو قطع میکنم. چراغ رو روشن کنی، من از تاریکی میترسم. کمک! صبح بخیر آقای لو. صبح خیر. سلام لویز، چقدر کارمندات مرتب خوش لباس هم. امروز یه پروفسور از سوئیس میاد اینجا که یه بذر عجیب و نشونمون بده. میگن شگفت انگیزه. آقای لو، دکتر پیترسون و آقای استون رسیدن. آقای لو، خیلی خوشوقتم. منم همینطور. خیلی ممنونم که روی این پروژه کار کردیم پروفسور. خوشحالم میبینم اتون. بذر شگفت انگیز، مقداری آب اضافه میکنی و در یک چشم هم زدن رشد میکنه و بهت محصول میده. اگه واقعا کار کنه، معنیش اینه که میتونیم مشکل گرسنگی رو در جهان از بین ببریم. از اونجایی که نتیجهش واقعا تماشاییه، تصمیم گرفتم امروز خودم شخصا بهتون نشونش بدم. این که شنه، چطور ممکنه چیزی توش رشد کنه؟ بی خودی که اسمشو نذاشتیم بذر شگفت انگیز. بذر
شگفت انگیزه. واقعا باور نکردنیه. خوردنیه؟ البته. امتحانش کن. خیلی خوشمزه است مگه نه؟ منظورتون اینه که حالا میتونیم تو کویر سیب بکاریم؟ کافی آب داشته باشی تا بتونی هر چیزی بکاری. میتونه جهان از گرسنگی نجات بده، ولی از طرف دیگه میتونه باعث ورشکستگی صنعت کشاورزی بشه. ایست، نمیتونیم وارد شیم، ممنوعه. حمله. این اسلحه صوتی پیشرفت از ما حریفشون نمیشه. بگیرینش. بیایم بریم. عجله کنیم. اگه میخوای زنده بمونی باید با ما بیای. بریم. ببینم تو همون خدمتگار خوشتیپه نیستی؟ اوی مودب باش. لویش لو؟ من؟ میدونم کی هستی. مأمور 119 آقای سامپان، همون که واسه اینترپل کلی دردسر درست کرد. پارسال برای دستگیری یک کیفسن 103 تا ماشین رو داغون کردی با یک قایق و یه هواپیما. پس اینترپل وارد قضیه شده. همینه که خبرگزاری ها چیزی ننوشتن. درسته. ما نمیخوام افکار عمومی رو نگران کنیم. امیدواریم که بذر شگفت‌انگیز رو در کمترین زمان ممکن پیدا کنیم. پس برو دنبالش. چرا اومدی اینجا؟ میخوام تو با همون همکاری کنی. من یه شهروند عادیم، چی کار میتونم بکنم؟ نه 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 لویس لو، من میدونم تو کی هستی. شما از سین از قبل همه تون دوز بودین. هی ما رابین هود بودیم و دیگه اون کار کنار گذاشتیم. بابا بیمایا نه بیمایا ها ما گوای 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 لی 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 ایا شو لوی لی بیمایا. 哎呀, 你最喜歡耍花槍的了, 又說失憶, 又說什麼什麼, 不記得我了, 不要說了, 回來就行了, 哎, 我煲了湯, 拿出來給你們喝吧。
باید در این مورد تنها صحبت کنیم. بریم بالا. ای اینترپول کلی مأمور ماهر داره، به من چه نیازی داری؟ داستان اینه که شبکه کامپیوتری ما هک شده و متاسفانه باید بگم تمام اطلاعات مأموران مخفی ما لو رفته. به کمکت نیاز داریم. از پیشنهادت متشکرم، ولی کمکت نمی کنم. تو حامی مالی پروژه بذر شگفت‌انگیز بودی، در ضمن اون از تو شرکت خودتون دزدیدن و مسئولیتش گردن توه. من میدونم کی بذر شگفت‌انگیز رو دزدیده. یه باند تبهکار ژاپنی به اسم کرستان به رهبری یه زن به اسم اسنو. ولی یه چیز هست که نمیدونی، اونا پروفسور رو ندزدیدن، اون باهاشون همدست بوده و کمکشون کرده بذر رو بدزدن. بعد اونا بذر رو به یک باند خیلی بزرگ تبهکاری میفروشن به نام کیمکس. فقط فکر کن اگه احتمالاً بذر شگفت‌انگیز به چنگ اون باند بیفته چی میشه؟ نباید وقت رو تلف کنی، بیا مسابقه بدیم. اگه باختی تو با من میای. این موبایل منه، میذارمش تو جیبم. اگه در عرض یک دقیقه گرفتیش من میبازم. نه 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 من میذارمش تو جیبم. اگه تو در عرض یک دقیقه گرفتیش من باختم، باشه؟ خب؟ ها؟ شروع کن. ها؟ بیا اینجا حیوان، بیا. سگتونم دزده؟ خب من بردم. قبول نیست، تو نگرفتی، شون گرفت. بیا یه کار دیگه بکنیم، یه مبارزه واقعی. خب اگه تونستی به من سیلی بزنی بردی. خب کتک زدن پدرت همیشه کار من بوده، همیشه هم به من میباخت. سیلی نخوردم. با ماشین مسابقه میدیم. جلوتر یه دور برگردون هست، بعد از دور برگردون یه پیچ تنده، حدوداً 200 متر بعد از پیچ یه تابلو هست. هر کی زودتر به تابلو برسه برده. تا حالا دو بار باختی، امیدوارم این بار ببری. من یه همکار خوب میخوام. بزن بریم، اگه برنده بشی همکارت میشم.
دکتر، حال هونگ سامپون چطوره؟ اصلا خوب نیست. همه نمیتونیم بریم ملاقاتش. همینجا بمونین. شما؟ من همکار آقای سامپان هستم. اسمم بینگ بنگ از واحد تسلیحات. بینگ بنگ؟ فامیلی لی نیست؟ نه، فامیلی فانه. بله، من الان سرم شلوغه. بعد از صحبت میکنیم. آقای بینگ بنگ، ببخشین آقای فان، میشه بگین حالا آقای سامپان چطوره؟ آقای سامپان متاسفم، ماشینتو داغون کردم. مهم نیست، الان فقط سلامتیت مهمه. من مأمور ناموفقیم، به اندازه تو توانایی ندارم. خیلی شرمندم. چی کار میتونم برات بکنم؟ امیدوارم که بتونی بعض شگفت‌انگیزو پیدا کنی یا اون دزده رو دستگیر کنی. این آخرین خواسته منه. آقای سامپان، بهش فکر میکنم. نباید فکر کنی، باید بهم قول بدی، وگر نه روحم در عذاب خواهد بود. آقای سامپان، حتما بهش فکر میکنم. آقای سامپان، تلاشمو میکنم. آقای سامپان. تسلیت میگم. حالا چطور لوئیس؟ اون مرد. موبایلم تو اتاق جا موند. آجم فیلم میبازی میکنی کلک. دیدی چقدر خوب گریه میکردم؟ خیلی عالی بود. راحت باشین، اومدم موبایلمو بردارم. به من نزدیک نشو. بیای جلو، خفت میکنم. راست میگه. یه کشمه. اینجا مرکز آموزش ماموران ویژه است. این دیگه چه فنیه؟ این فن نیست، مسخره بازیه. آفیه. اینم مسخره بازیه؟ نه نه، گند زدم. بیگ بنگ. آو آو
بله قربان. گفتی میخوای اختراع جدید نشونم بدی. آره، یه موبایل جدید اختراع کردم. جدیدترین موبایلی که اختراع شده ساخت شرکت ماست، شیوفون 8S پلاس. یه دونه بهت میدم. من موبایلتو نمیخوام. این ساخت واحد تسلیحات ماست. 3 سال روش کار کردیم. 207 قابلیت داره. کاملا بی‌نظیره. یوفون 8S پلاس 707 قابلیت داره. 707 از آتیش بیرون میاد. هی، مواظب باش. جالبه نه؟ اتفاقا موبایل ما هم بعضی وقتا آتیش میگیره. خیلی اسلحه خطرناکیه. تازه سوزن شکتندم پرت میکنه. منظورت اینه؟ آقای سمپان چی کار میکنی؟ میخوام زنگ بزنم. یادم رفت بگم این موبایل 207 قابلیت داره ولی یه قابلیت رو نداره، برقراری تماس. یعنی موبایلی ساختی که نمیشه باش تلفن زد. ولی جدای از اون واقعا گوشی فوق‌العاده ایه. نزنید. رئیس، ما آیرون هاک رو پیدا کردیم. آیرون هاک دست راست آقای کاندوره که معمولا اطراف کامبوج و تایلند فعالیت میکنه، ولی انگار این دفعه با کرسانت معامله دارن که به مکاو اومده. این اطلاعات از کجا به دست آوردی؟ ما یه جاسوس پینه اونا داریم، خودم هم نمیدونم کیه. پس بریم مکاو. به تینا بگو تدارک ببینه.年開兩個鐘買妝，細路女唔可以賭錢，都係等我嚟啦。靚仔，小心連底褲都輸埋。哎呀，細邊。 哎呀，我合埋眼开牌都可以赢你啦！电视机，台湾赢，冇可能啊，有角嘅，有。 装零点，悭一点，悭赢。哎，唔好走啊！我就俾你玩。你仲快啲走，我帮你将赢咗嘅钱捐出佢。哼，哎，细路女系咁噶，等我嚟。换嘢。我唔识说话，先说。在这里，你干嘛？ قلم روی من چی کار میکنید؟ منو زیر نظر گرفتید؟ امان، لوئیس، کایان در خطره، برین سراغش، زود باشین. باشه. همینجا باش. Yeah.
به این میگی مشت؟ الان نشونت میدم. نمیتونی منو ببینی؟ میخوای گاو بازی کنی؟ یه چرا عکس میگیری؟ چرا نگیرم؟ جنگ ستارگان؟ گاز خواب آور زدی؟ خودت شروع کردی. هی تو کسی؟ پدرت. من شوخی ندارم. فکر کردی با نمکی؟ لوئیس کایان چطوره؟ اینه که زاپاسمون بده. چی خبر شده؟ چی؟ بلش کن. حالت خوبه؟ اگه بهش زنگ بزنم یعنی ممکنه جواب بده؟ آقای سامان، لوئیس گم شده. نگران نباش، من پیداش میکنم. کسی اینجا نیست؟ کسی صدا ما نمیشنوه؟ من صدا تو میشنوم. یه هفته از کسی نیومده اینجا. برای تعمیرات تعطیله. هیچ کس نمیاد نجاتت بده. ای چرا؟ یهو ساکت شدی ها؟ لوئیس لو، چرا تو کار ما فضولی کردی؟ دلیلش مهم نیست. بذار همین الان بکشمش. یه لحظه صبر کن. این عقرب سمی از حاشیه رود آمازون در آمریکای جنوبی اومده. مثل یه انگل وارد بدن قربانی میشه و خیلی سریع میتونه سمش رو وارد بدنت کنه. در عرض چند ساعت میتونه تمام بدنت رو نابود کنه. وقتی سم این عقرب وارد خونت بشه تمام سلولای قلب و مغزت رو فلج میکنه تا از پا در بیای. این قانون طبیعتی شبیه به خرچنگه. فی
کلینکس دهنشو باز کنید. این عقربه، یک ساعت وقت لازم داره، اون وقت سمش کامل وارد بدنت میشه. باید خوششانس باشی پیدات کنن. اگه تو یه ساعت دیگه کسی نیاد دنبالت و بیرون نیاریش، حتما تو رو خواهد کشت. شما زنها فکرتون خیلی خوب کار میکنه ها. خیلی خوب، من دیگه باید برم. آقای کاندور تو همون جای همیشگی منتظرته. اگه دوباره ببینمت، معلومه خیلی خوششانسی، پس ارزش زنده موندن داری.你点解要救我？你到底系边个？喂，你翻嚟啊！父母，你点解要救我？你到底系边个？父母，un as, un jas。Luis, حالت خوبه؟ سلامی. بسپرش به من. شانس آوردی رادیو با جاسازی کرد. جالبه. بریش من.我头先差啲俾呢一条虫食咗，好彩有新月组嗰个银头发嘅女仔叫父母嘅嚟救我。佢用嘅都系呢部好威风，唔会系你哋嘅人啩？有可能啊。你咧？این اطلاعات رو از سازمان جاسوسی ایتالیا گرفتم، ولی من ایتالیایی بلد نیستم. کی ایتالیایی بلده؟ ممنونم. چونه نبانا دون یوسی کرادو امیلن نوز فکری به زبون خودمون بخونم. نوشته باند کرسانت یا از مشکای مخفی تو میلان داره. سیستم امنیتیش در تمام اروپا بی نظیره، پر از سلاح های خطرناکه. چیزی که دنبالشین بدون شک اونجاست. اونو از بزر شگفت‌انگیز خبر داره؟ نه خیر، ما میدونیم که کاندور اروپای شرقی رو ترک کرده. احتمالا در این چند روز با باند کرسانت ملاقات میکنه. در مورد سیستم امنیتی از مشکا هر چی میدونی به هم بگو. باشه، البته با تمام جزئیات. طراحی سیستم امنیتی این آزمایشگاه 18 ماه طول کشیده. بدون این کارت و عنبیه چشم من، حتی یه پشم نمیتونه وارد بشه.
یادتون باشه وقتی در باز شد نفستون رو حبس کنید و آروم قدم بردارید. هر صدایی قوی تر از 25 دسیبل تیغه های لیزری رو فعال میکنه و فرد مهاجم به گوشت چرخ کرده تبدیل میشه. جدی میگی؟ تیغه های لیزری در محورهای مختلف قرار گرفتن و تمام فضای اتاق رو پوشش میدن. یه پشم نمیتونه رد شه. نگران نباش، بذر شگفت انگیز اینجا کاملا جاش امن. 25 دسیبل تیغه های لیزری. عالیه. خب دکتر بریم سر اصل مطلب. حرفامونو زدیم دیگه، ما بذر رو بهشون میفروشیم و شما 30% از پولم میگیرید. ما ترجیح میدیم فرمول ساختش هم که فقط شما میدونید و بفروشیم، اینطوری سودش بیشتر. این امکان نداره. خیلی خوب، پس ما 70% میگیریم تو 30%. اصلا فکر وای بوشه بگو ما فانت. پس محافظت نکنیم به محض اینکه پات رو از اینجا بذاری بیرون، کاندور پیدات میکنه و تا حد مرگ شکنجه. چطور میتونی این کارو بکنی؟ اینطوری دیگه هیچکس باهاتون کار نمیکنه. فکر کردی میتونی به کسی خبر بدی؟ میخوایی با من چی کار کنین؟ این جدیدترین اخترامونه، در عرض 72 ساعت از تمام حافظت کپی میگیره. چطور ممکنه؟ جناب کاندور، طبق اطلاعاتی که به دستم رسیده اسم دکتر پیترسون رو کشته، ولی قبلش از تمام حافظش کپی گرفتن، از جمله فرمول ساخته بذر شگفت‌انگیز. اگه از بذر شگفت‌انگیز برای تولید کوکائین استفاده کنیم، سود سالانمون حداقل 10 برابر افزایش پیدا میکنه. درسته. من با اسنو هماهنگ کردم که در استادیوم سن سیرو با شما ملاقات کنه. جالبه، باورم نمیشه این دختر بچه به این خوبی بلده حک کنه. بچه باهوشیه، هرچند به قیافش نمیاد. اگه بخوایم وارد آزمایشگاه بشیم، به کلید خونه سوفیا مدیر آزمایشگاه نیاز داریم و همینطور به تصویر عنبیه چشمش. تصویر عنبیهشو برای چی میخوای؟ چون تصویر عنبیه مثل سر انگشت عمل میکنه. شکل عنبیه هر کس منحصر به فرده. سوفیا 8 سالی که در میلانه، در 7 سال گذشته هیچ دوست یا فامیلی نداشته. آدم خیلی تنهاییه. قبلا همسری یا نامزدی نداشته؟ چرا، سالها پیش نامزد داشته که رهاش کرده، گویا مجبورش میکرده همیشه پالتوی بلند بپوشه. سوفیا از بچه یالندران رو دوست داشته، برای همین از نامزدش میخواسته پالتوی بلند بپوشه، اونم رهاش کرده. چرا میخندی؟ اگه بخوایم تصویر عنبیه یه چشمشو به دست بیاریم، باید بتونیم به یه نحوی بهش نزدیک بشیم. بعد از اون با یه دوربین میکرو تصویر چشمشو ثبت کنیم. کافیه یه جوری جلوش سبز بشیم، فقط باید یه نقشه حسابی بکشیم. تو به چی داری میخندی؟ دارم به یه نقشه حسابی فکر میکنم. پالتو، ماشین پر از گل. Thank you.
اینطوری اون حتما عاشق تیپ من میشه. اون تا ببینتید میفهمه پولی. از کجا میفهمه؟ نکنه فکری تو واسه این عملیات مناسبی. خوشتی پالتو. اسم جاسوس ما در ماند کرسانت فینکس. اگه لازم بود باهاش تماس بگیر. تو که منو نیاوردی اینجا با هم قهوه بخوریم ها؟ ماجرا چیه؟ چند روزه که میخواستم یه سوال ازت بکنم. در خدمتم. فینکس همون دختر مو نقره‌ای جاسوس سازمان شماست؟ هویت جاسوس کاملا محرمانه است، نمیتونم بگم. پس چرا اونجا تو اون پیام اسمشو خوندی؟ به نظر می اومد که با بقیه خیلی فرق داره. بگو ببینم چرا برات مهم شده؟ تو اول بگو اون جاسوس شماست یا نه؟ راستشو میخوای؟ نمیتونم بهت بگم. لعنت به تو. دیگه سوال نکن. سوال کنی هم نمیتونم جواب بدم. جدی باش. تو فینکس رو میشناسی؟ تو آدم باهوشی هستی، چرا وقتی پای عشق علاقه وسط میاد احمق میشی؟ من همیشه احمق بودم. انگار در مورد عشق خیلی چیزا میدونی. موضوع رو عوض کنی. موضوع جالبیه. بگو ببینم تو همسر بچه داری؟ نه بابا. پس هیچ کس آدم حسابت نکرده. نکنه دلت کتک میخواد. باشه بهت میگم. راستش وقتی پای عشق میاد وسط منم احمق میشم. محل زن داشتم اما طلاق گرفتیم. الان 2 سال از هم جدا شدیم. اون میگفت هر روز نگران اینه که من از ماموریت زنده بر نگردم. میگفت حتی اگه شوهرش جهان رو نجات بده نمیتونه به هیچ کس بگه شوهرش یه قهرمانه. حتی نمیتونه بگه شغل همسرش چی بوده. اگه شغلتو تغییر بدی شاید برگرده پیشت. من دشمنای زیادی دارم. اگه استعفا بدم کارم برای همیشه تمومه. میترسم اون زشت بکشه. یه حسی به هم میگه زن خوبی بوده. عکسی ازش داری؟ خدای من خیلی مهربون به نظر میاد. به نظر زن خوبه میاد. به هم میامدی؟ این تنها عکسی که ازش دارم. شرط میبندم که یه روزی برمیگرده پیشت. امیدوارم. از حرف زدن باهات لذت میبرم. راستی دفعه قبل هر دفعه من بهت باختم. بیا دوباره مسابقه بدیم. هر کی اول به هتل برسه برنده است. اگه باختی منو به یه شام حسابی دعوت میکنی. اگرم من باختم برات یه ساندویچ میخرم. واه میخوای سرم کلا بذاری؟ گوشتو بیار جلو. فینکس جاسوس ماست. حرکت. جر نزن. باورم نمیشه به عنوان یه نابغه چنان حواست پرت شد که راحت به من باختی. تو خیلی بدجنسی. خودت هم دست کمی از من نداری. ولی واقعا خوشحالم که باهات آشنا شدم. باید یه چیزی سفارش بدیم. البته امشب و مهمون منی. به خصوص که به حساب توه. آه؟
چقدر سریع؟ امکان نداره، من هنوز سفارش ندادم. سلام. سلام قربان. چقدر زود اومدی؟ مهمون هتل هستید. بفرما. نوشه جان قربان. ممنون. سرویس این هتل واقعا عالیه مگه نه؟ فکرشم نکن. اون یکی از قاتلای کیمکس بوده. آخه کی فکرشو میکرد که من این شکلی مستون بشم؟ وای. پس فردا آسمیلان واسه فینال مسابقه میده، حواس همه به بازی پرته، بهترین فرصت واسه اجرای نقشه است. ولی وضعیت تو اصلا خوب نیست، کیه بپرسیم از پس این کار بر بیاد؟ راست میگی. راستش تو هم تیپت بد نیست ها؟ خانم؟ واقعا متاسفم، من نمیخواستم این اتفاق بیفته، اما انگار مثل یه رویاست. نگو مونیم ایده تو اینجا گوگه یو OMG دیمگه با تام یونگه ایشی مثل یه رویاست. من آنم خوب شد میشه بلنشم. همیشه خواب میدیدم یه مرد که در حال مرگه، یه تصادف ماشین و پر از گوه. باید اینو ببرم بیمارستان. یندی مویزی گاو چل هاو نگاو ایا زوی ایا یندی لاموی چنگه ما نگاو زوی ایا یون فای لام دیگه دی جای گاو لاو ما هاو آ هنگا و چل نی مو دیم گو لام ین نی زوی سان تین چی بی او گی لی من 我不可以模仿我心目中的女神。我真死，真多真啊！其实我一直想做一件喺梦入边同你做过嘅事，但系我又有啲难以启齿。你仲你仲你仲我？我要教暗啲灯光先。
公喺梦入边对你做过啲咩？我都点知啊？我喺梦入边，亲吻你只脚，好有创意啊！你只眼点解会系蓝色嘅？因为我戴咗大眼仔，中意你，中意。放开。唔够辣啦，再加啲辣椒。Baby。啊？用嘴喂我。对不起啊，你没事吧？没事吧？没事。哎呀，洗。你等我。我等你啊，我等你啊。熄灯，我唔够放噶，仲快啲去，奔跑吧！دلم براش تنگ شده، باید بهش زنگ بزنم. قربان من آمادم، چی کار کنم؟ خوب گوش کن، به لوئیس بگو در سیستم امنیتی 282 تیغه لیزری به کار رفته که 25 سانتیمتر از هم فاصله دارن. لیزرها در 8 گروه مختلف فعال میشن. ترتیب فعال شدنشون بر اساس قانون علامات دکارت تنظیم شده. 3 دقیقه وقت دارن از راه رو خارج بشن، وگرنه کارشون ساخته است. ولی با توانایی برادرت امکان نداره با مشکل بر بخوری. نگران نباش. ممنونم آقای سامپان. خواهش میکنم، شما مثل خانواده می. $5 میلیون. $7 میلیون. نه. پس ما به نشانسه. من تو آزمایش کن. وقتمون داره تموم میشه. الان رسید. چی شده؟ سامپان به سیستم ایمنیشون نفوذ کرده. پس باید چی رو کنی؟ گفت وقتی تیغه های لیزری فعال میشن باید در عرض 3 دقیقه خارج بشین، وگرنه جونتون به خطر میفته. فاصله تقریبا 52 متره. من 70 کیلو وزن دارم.
لوئیس، مراقب خودت باش. باشه. بازم تو؟ نباید نجاتش میدادی. جون هر انسانی ارزشمنده. آقای لو، تو جون منو نجات دادی، ممنونم. بازم کور شدی؟ اون سوزنا سمی هست. چی؟ دفعه قبل درس گرفتم و رو چشمم عمل لیزر انجام دادم، عینک گذاشتم که تو رو دور بزنم. بهت نگفته بودم؟ باید برای تو زهر پیدا کنم. میتونم دووم بیارم. باید بازش یه تنگس رو پیدا کنیم. Thank you.
حافظه دکتر این توه، باید ببریمش. مادر، من برگشتم. پس چرا نمیای خونه؟ اوکی. بعد یه چیز مهم تحویل پلیس بدم، بعدش میام خونه. برات سوپ درست کردم. بیا بخور، سوپ ذرت و موز و گوشت و دونه پرنده، خیلی خوشمزه است. کایان و عمو میان خونه، سهم منو بده به اونا بخورن، باشه؟ آقای رئیس میخواد شخصا ازت قدردانی کنه. تو یه قهرمانی، یه قهرمان بزرگ، یه قهرمان واقعی. میدونم، ولی قهرمان بزرگ حس بهتری رو برام بیان میکنه. قهرمان بزرگ. درسته، بزرگ و خوشتیب. خوشتیب تر از من و تو. اینطور نیست، من مطمئنم 20 سال پیش آقای سامپا مرد خیلی خوشتیب و شجاعی بوده. حتی اقل یه زمانی خوشتیب بوده. بیا بونه خرید کالا به ارزش 588 دلار. به دردت میخوره. متشکرم. اگه کار دیگه ای نداریم من برم. نه 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 نه، هنوز باید کلی ازت تعریف کنم. بشین. ای رئیس، شما 90 دقیقه صحبت میکنید، تقریبا اندازه یه فیلم سینمایی کامل. بشین. تو هم بشین. خب پس حالا باید مأمور مخفیمونو به هم معرفی کنی. رئیس، به نظرم میتونید تمام تعریفاتونو روی این نامه بنویسید. من به دلیل چاقوی سمی حالم زیاد خوب نیست. خب پس از یه موضوعی شروع میکنم که به نظرم خیلی مهمه. تو با این سن و سال چطور میتونی هنوز اینطور مبارزه کنی؟ از منم تشکر کنین. من این سن و سالت خوب مبارزه میکنی. بله همینطوره، بله دیگه وقتش بازنشسته بشن. نه تو هنوز جوانی، باید کارو تلاش کنی، دیر یا زود به مقامات بالایی میرسی. چشم، با داشتن رئیس خوبی مثل شما با تمام وجود کار میکنن. مادرم و گروگان گرفتن. برو دنبالش. اطاعت. فکر کنم بهتر منم برم. معلومه. بگو بونه رو قبل تعطیلات خرج کنه. خوبه، چه شجاعتی، فکر نمی کردم بیار.
محموله پیش منه، میخوام مادرمو ببینم. تو در موقعیتی نیستی که بتونی چونه بزنی. من میتونم جفتتونو بکشم و محموله رو بردارم. بسی که دست اونه به یه سیستم ویژه مجهز شده، اگه یه دکمه رو فشار بده همه چیزو نابود میکنه. نکنه میخوای برای همیشه از بین برن؟ خب پس فکر کنم بهتره بذارم مادرشو ببینه. بیارینش اینجا. مادر اینجا راحت خوابیدی؟ خوب غذا خوردی؟ کی فکرشو میکرد تو هم که اینجایی بتونی منو سالم پیدا کنی؟ اول مادرمو آزاد کن، بعد بذر شگفت‌انگیزو بهت میدم. اینجا قلم روی منه، من قوانین رو تعیین میکنم. بذر شگفت‌انگیزو بده من، وگرنه آیرون هاک هر دو پای مادرتو خورد میکنه. کافیه این دکمه رو فشار بدم تا مغز یه کانت رو بریزه بیرون. زود باش مادرم آزاد کن. کاندو؟ آقای کاندوری وجود نداره. میتونی اونو بکشی. من رئیس باندم. اون برادر آیرون هاکه. اسمش آیرون تایگره. محافظ شخصی منه. من همه رو فریب دادم که فکر کنن اون رئیس بانده. پس فکر کرده بودی من کی هستم ابلا؟ اینجا چه خبره؟ مهمونیه؟ آیرون تایگر رو آزاد کن، وگرنه یه گلوله تو کتف مادرت خالی میکنم. نترس، نمیمیره، ولی خون زیادی از دست میده و خیلی درد میکشه. حالا بذر شگفت‌انگیزو بده من. از کجا بدونم این بذر واقعیه؟ خودشه. ۵ میلیارد به حسابم میرسی تا مادرت آزاد شد. تو قول داده بودی. من یه خلافکارم، یه زن قانون گریز. چطور انتظار داری به قولم پایبند باشم؟ مادر، چیزی هست که خیلی وقت میخوام بهت بگم. بگو. راستش من خیلی خوب بلدم خودم رو نجات بدم. چه عالی. Thank you.
باشی. باید بریم دنبالش. هنوز با این پیرزن کار داریم. ببرینش. تسلیم شو، نمیتونی حریف ما ستا بشی. من رژه گرفتار شدم. تسلیم شو، نمیتونی حریف ما دوتا بشی. لوئیس، برو خیلی پاش، نباید این دختره رو دست کم بگیری. نفرم حریف من نمیشیم. نره فراموش کردی. یادم رفته بود سه نفری. یادت باشه نمیتونی هر ستای ما رو شکست بدی. من نمی‌باورم 我就唔相信凭我哋三个人嘅力量打唔赢。
بیا جلو. سپر طلایی زره آهنی، اون حتما استاد کنگدوه. پیره زن حلسه بیشتر ازت خوشم میاد. زره آهنی؟ الان نشونش میدم. خدای من، اون مبارز باهوشیه. از مغزتون استفاده کنین، از مغزتون. اگه داشته باشه. فینکس دهنش رو باز کن. بومو بای گوزی تو چند تا بذر میوه ناقابل بوده. ای بابا،
الو 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 کی هستی؟ منم سامپا. چی شده؟ هیچی، امروز مرخصی هم، گفتم یه زنگ بزنم. الان کجایی؟ تو هواپیمام. مشکلی پیش اومده؟ نه. خب دیگه، من باید برم، هواپیما داره بلند میشه، باید برم. خداحافظ. سامپان، الو، الو. بله. میدونم شغلت خیلی مهمه، ولی اگه ماموریت خطرناکی بود، سعی کن نری. تو باید زنده بمونی، تو باید دوباره به خونه برگردی. نگران نباش. ولی من باید برم. هر وقت تونستم با تماس میگیرم. خداحافظ. خداحافظ. مادر، ایشون آقای رئیس کل هستن، رئیس آقای سامپان. آه، این رئیس خوبیه. شما واقعا شجاعید، ممنون که کشور رو نجات دادید. خواهش میکنم. از طرف همه مردم ازتون تشکر میکنم، همینطور از پسرتون. واقعا عالی بود. Baby， 我觉得都系佢比较适合我。今年几多岁啊？二十八啊。二十八？哇，唔扯唔扯，二十八都可以保持到咁，真系唔简单。宝爷。رئیس، این عکس چقدر به شما شباهت داره؟ قبلن عکس من اینجا بود. منم مثل برادرت بودم. ظاهرا یه برادر جدید پیدا کردم. رئیس، حالتون خوبه؟ خوبم. مطمئنی؟ آره، بیبریم خانت دارم. چشم. دیو دم اینگا فون مو واکه ویلیگه لیلا لیلا唔好意思啊，我嚟迟咗，生日快乐啊！多谢。من تنها تو میذارم. سلام، من لوئیس لو هستم. بالاخره دستگیرش کردم. کارنگا من تو فرنگ پینزی. تو میدای فرنگ چه؟ فکر کردی اینقدر بدجنسم، ماموریت جدید دارم. فکر کردم دیگه نمیتونم ببینمت. باید برن برزیل. آهای، معلومه که بدجنس هستی ها، وگرنه منو در این شرایط نمی آوردی. جای من که چیزی نگفتم. این بار ماموریت کجاست؟ همین امشب پرواز دارم برزیل، باید برم. باشه، بای بای. هواپیمای منو آماده کن، امشب باید بریم برزیل.张相会挂喺度嘅，吓乜你呷醋咩？听日我可以挂咗你张相上去噶噃，好唔好？咁又唔使，你将张相换做黑白咪得咯。Happy birthday to you！
家就只有洛嘉同我知道上帝种子嘅存在。我哋冇令到世界变得更加好，但系起码冇俾佢变得更加差。空上班。哎呀！چرا رو تو برگردوندی؟ آخه میترسم اگه برگردم رفته باشی. شنیدم واقعا کشور رو نجات دادی. موقعی که فکر کردی داری میمیری به من زنگ زدی. منم اومدم. آی خودتی. برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید.一步一步往返千山绕，风在吼，而雪在烧，谁胜谁负，有谁可知道？回首前尘往，已不太重要。年年岁岁，千寻万里找，每一丝也没味道。我情我愿，我诚我骄傲，无招胜有招，王牌手中摇，不屈不挠。怕外的风黑的云无处可逃，面对纷纷扰扰，把真心燃烧，数风云看今朝。挺起胸膛挺起腰，命运遥望还是忘不了，几番风雨浪滔滔，混沌中重回正道。却发笑，披覆当官变成救命草。当每个人笑一笑，每个人笑一笑，世界就会更好。岁岁千寻万里找，每一丝也没味道。我情我愿，我诚我骄傲，不招胜有招，王牌手中摇，不屈不挠。傲外的风黑的雨无处可逃，面对纷纷扰扰，把真心燃烧，数风云看今朝。挺起胸膛挺起腰，命运遥望还是忘不了，和几番风雨浪滔滔，混沌中重回正道。滚滚红尘却发笑，披覆当官变成救命草。当每个人笑一笑，当每个人笑一笑，世界就会更好。挺起胸膛挺起腰，命运遥望还是忘不了，几番风雨浪滔滔，混沌中重回正道。滚滚红尘却发笑，披覆当官变成救命草。当每个人懂得笑，当每个人懂得笑，